18 خرداد سال گذشته مناظره ها با حضور محمود احمدی نژاد و محسن رضایی پایان گرفت و هیجان انتخابات در 4 روز مانده به انتخابات شدت یافت. آرش سیگارچی نگاهی دارد به 18 خرداد 1388. 18 خرداد 1388، آخرین مناظره صدا و سیما بین احمدی نژاد و محسن رضایی بود. منتها تهمت هایی که در این مناظرات غیر از جلساتی که خودم بودم به بنده زده شد، متاسفانه در حضور من استدلالی نداشتن، پشت سر حرف زدن، وقت بنده محفوظه که باید بیام و اونها رو انشاءالله پاسخ بدم. از شما هم که حوصله کردید تشکر. خیلی متشکر. ممنون آقای رضایی. من اتفاقا یکی از اشکالات جدیم با احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن. یعنی تو بحث‌های امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه، تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره، مرتب همه اینا رو جا به جا میکنه. 4 روز مانده به انتخابات، دو نامزد اصلاح طلب از نقش سپاه و بسیج در انتخابات ابراز نگرانی کردند. موسوی در پیامی به حامیانش توصیه کرد از خشونت و خشونت طلبان کنارگیری کنند. کروبی هم در تبریز به وزارت کشور هشدار داد اگر در مقابل تخلفات نایستد، در مصاحبه‌ای برخی قضایا را با ملت در میان می‌گذارد. رئیس ستاد انتخابات کشور امروز وعده داد با آغاز کار شمارش آرا از 12:30 جمعه نتایج نهایی ظرف 24 ساعت اعلام می شود. دانشجو با این که پیشتر پذیرفته بود تعداد صندوق‌های سیار افزایش یافته، اما امروز مدعی شد تعداد این صندوق‌ها به نسبت قبل کاهش داشته. عدم نظارت کافی بر صندوق‌های سیار عامل نگرانی برخی از نامزدهاست. 4 خبر از 18 خرداد 88. یک تخلف دیگر، الهام عضو شورای نگهبان در جمع حامیان احمدی نژاد سخنرانی کرد. جمیله کدیور و علی رحمانی دو عضو دیگر کابینه کروبی. فروزنده از حامیان احمدی نژاد هم گفت جریان فتنه در پی اجرایی کردن طرح 10 موج تا اوج است. جلوه جواهری هم امروز آزاد شد. خب آرش حسن نیا، روزنامه نگار نشریات کارگزاران و اعتماد ملی که بعد از انتخابات ایران رو ترک کرد و اینک در پراگ فعالیت میکنه، مهمان این بخش از برنامه است. با اون نگاهی داریم به 18 خرداد 1388. آقای حسن نیا درود به شما، خوش آمدید به برنامه ما. یکی از تصاویری که از مناظره آقای احمدی نژاد با آقای رضایی در خاطر موند و مناظره های مشابهی که آقای احمدی نژاد با آقای کروبی و موسوی داشتن، چارت هایی بود که ایشون میگرفت جلوی کاندیداها و پیشرفت های اقتصادی دولت ایشون صحبت میکرد. این که ایشون ادعا کرد نرخ تورم 14%، نرخ بیکاری یک رقمیه، جنجال بسیاری ایجاد کردش. فکر میکنید روی کرده آقای احمدی نژاد چقدر موفقیت آمیز بود در چند روز مانده به انتخابات برای یک همچنین روشی؟ من فکر میکنم که استراتژی آقای احمدی نژاد در واقع مثل در دست گرفتن شمشیر از تیغه اون هستش، یعنی استفاده از آمارها، استفاده از شعارها و وعده های اقتصادی اگرچه میتونه رقیب انتخاباتی رو بترسونه یا به عقب وابداره، به عقب نشینی وابداره، اما وقتی که این آمار در تناقض هستش با واقعیت های موجود جامعه، دقیقا مثل در دست گرفتن شمشیر از تیغه اون هست. یعنی اگرچه ممکنه که رقیب دچار تعنی بشه، اما دست شما رو هم میبره. من فکر میکنم که استفاده از آمار شاخص تورم، آمار نرخ بیکاری، و آمارهای دیگه در واقع باعث شد که، و البته نقض اون آمارها توسط رقبای آقای احمدی نژاد، باعث شد که بحث‌های اقتصادی به بدنه جامعه برسه و بدنه جامعه که در واقع با این آمار با تمام وجودش زندگی میکرد میتونست به راحتی قضاوت بکنه درباره اونها. اشتباهی که دولت نهم و در پی اون دولت حاضر دولت دهم در حال تکرار اون هستش این هست که توقعی که آقای احمدی نژاد و سایر دولت مردان از آمار دارن این هستش که آمار نه واقعیت‌های موجود رو کمی نکنه و اونها رو نشون نده. در واقع آمارها وظیفه‌ای فراتر از اون
وظیفه‌ای که به شکل استاندارد بر روی شونه های اونها گذاشته شده واداشته شدن. وقتی که فرد ایرانی در جامعه داره گرانی رو لمس میکنه اما آمارها به اون میگن که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، در واقع این تناقض رو صرف نظر از رقابت‌های انتخاباتی نمیشه پاسخ داد. من فکر میکنم که استراتژی که رقبای آقای احمدی نژاد در برابر این آمارها از خودشون نشون دادن، به ویژه آقای رضایی در مناظره خودشون، کاملا استراتژی استفاده از آمارها برای نشان دادن موفقیت‌های اقتصادی توسط رئیس دولت نهم رو خونسا کرد. کما اینکه ما در خیابون‌ها هم شاهد این بودیم که همین چارت‌ها و نمودارها. آقای حسنی فکر می‌کنید فرصت کافی وجود داشت برای شکل این بیان این طرح‌ها در تلویزیونی که در سراسر کشور پخش میشه 3-4 روز فرصت داشتن تا انتخابات؟ فکر می‌کنید فرصت کافی رو ستادهای انتخاباتی رقیب آقای احمدی نژاد داشتن برای اینکه بتونن این پیامی که ایشون می‌فرستاد رو خونسا بکنن؟ ببینید من فکر میکنم که ستادهای رقبای آقای احمدی نژاد از پیش اونها هم برای آمارهای احتمالی از اقتصاد که آقای احمدی نژاد ارائه خواهد کرد برنامه داشتن، ضمن اینکه اونها هم آمارهایی رو در دست داشتن که خلاف اون چیزهایی که ادعا میشد از طرف دولت و رئیس دولت نهم و رقیب انتخاباتی اونها یعنی آقای احمدی نژاد کاملا با اونها در تعارض و در و خلاف اونها رو ثابت میکرد. ولی واکنشی بود آقای حسنی ها. یعنی در واقع به نظر میاد که آقای احمدی نژاد ابتدا این کارو انجام داد و بعد اونها شروع کردن به واکنش نشان دادن، به نظر می اومد که آمادگی نداشتن برای چنین چیزی. شما فکر نمی کنید چنین؟ ممکن هستش که در واکنش میدونید اتفاقی که در مناظره های انتخاباتی افتادش، من فکر کنم آقای احمدی نژاد خیلی غیر منتظره وارد مناظره ها شدن، یعنی اون مناظره اولی که با آقای موسوی داشتن نشون دادش که ایشون کاملا غیر منتظره رفتار خواهند کرد، لذا شاید کمتر کسی فکر میکردش که به همین راحتی واقعیت های اقتصادی و آمارهای اقتصادی توسط رئیس دولت به راحتی نقض بشه. من فکر کنم که اتفاقا آمارهای اقتصادی که آقای احمدی نژاد ارائه کردن و در تعارض بود با واقعیت‌هایی که مردم اون رو لمس می‌کردن و بعد ورود سایر رقبای ایشون به عرصه اقتصاد و ارائه آمارهای متفاوت با اونها باعث شدش که اون موج جلوگیری از و موج شعارهایی که علیه دروغ گفتن، علیه آمار بافی در حتی در سطح شعارهایی که در خیابون‌ها هم شنیده می‌شدش راه افتاد. آقا حسنی، خواستم صحبتتون رو قطع می‌کنم، فرصت خیلی کوتاهی دارین. شما خودتون روزنامه نگار اقتصادی بودین و هستین، کارشناسان موقعشون فرقتمون خیلی کوتاهی، لطف بفرمایید توی کمتر از یک دقیقه کارشناسان چه واکنشی به این آمار آقای احمدی نژاد، اون چیزی که بعضی به عنوان شکنجه اعداد ازش نامی بردن نشون دادن؟ من خاطرم هستش که فردای روز مناظره ها و وقتی که این بحث آمارها در گرفتش انقدر مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران زیاد و سنگین بود، یا حداقل اونها مدعی این بودن که این سایت ها از ارائه آمار و برای چک کردن آمار و برای اینکه مشخص بشه چه کسی واقعیت رو میگه در این وسط عاجز موندن. حالا اون موقع بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کردن که این به خاطر رجوع مراجعه بسیار زیاد مراجع کننده ها هست، اما شاید اونها ترجیح میدادن که آمار واقعی پنهان بمونه از اون چیزی که رئیس دولت مدعی اونها بود. اما من فکر می‌کنم که اتفاق مهم و اون چیزی که شما انتظار دارید که در واقع به عنوان یک استراتژی در رقابت یا مبارزات انتخاباتی به عنوان برنده یا بازنده صورت بگیره، اتفاقی بود که در خیابون‌ها میافتاد و اون مردمی بودند که اون آمار رو باور نداشتند و برای اون شعارهایی در آورده بودن، لطیفه هایی میگفتن و در واقع اون آماری رو که نشان دهنده واقعیت زندگیشون نبودش رو به تمسخر میگرفتن. تشکر میکنم از شما آقای آرش حسنی‌ها، روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ.